خب بگو ببینم چیا یاد گرفتی؟ چی نمیری؟ اینا چی هست؟ آه! آخ 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 خیلی خوب خیلی خوب آفرین آفرین بشین نه اینا را از آقا صبوری یاد گرفتی؟ خوبه میخوام پلیس شم ایشالله یه پلیس خوب و قوی اوه از منم قوی تر؟ ببین از شما که نه جسارت جان سرگو حالی هست که نگه فال مهمون ما شما به اندازه کافی به من لطف کردی قربون معرفتی خودت بهم بده امروز 3 تا فال فروختم 5 تا بیشتر از دیروز خوب کاسب شدی خدا رو شکر فردا شب یه شام درست حسابی مهمون من کباب؟ چلو کباب اخ جون پس یه کباب درسته برای من یه کباب درستم برای تو ماستم میگیرم یه دوغ خوشمزم درست کن پس امشب نرو سر کار نمیشه باید برم کار مردم لنگ میشه آخه من تنهایی میترسم امشب شب آخره عوضش پول خوبی گیرم میاد خیلی زیاد اون وقت میتونیم از اینجا بریم راست راستکی؟ آره به خدا قول دادی یا آره پس امشب شب آخره که تنها میذاری چشم وقتی میبینم که اون طفل معصوم دائم داره زحمت میکشه دلم آخه کباب میشه اون خواهر منه خودم دلم براش بیشتر میسوزه خانواده که بگفتم اینقدر بعضشون خوبه اینقدر بعضشون خوبه که حد نداره اینقدر پول دارن که پولاشون از پارو بالا میره یهو دیدی اومدن ها یه فکری هم با حال تو کردن دست و بال تو یه جایی بند کردن حکمنم و بهت یه شیرینی خیلی خیلی خوب میدن نمیخوام ما دوتا با هم خوشی اینجور بچه ها وقتی قیبشون میزنه یا گرفتار شدن یا اینجور جهان دیگه یه ضربه کارد از پشت سر ریهش رو شکافته متاسفانه راحت نمرده جراحت ریه خیلی دردناک اینقدر که حق دارم فکر میکنم برادرم بوده خودت هم میدونی نباید کاری کنی که متهم به خود سری بشه از طرفی مطمئن بودم میریم اونجا صبوری فقط قانون خیالت راحت باشه سعی و سالم برات برمیگرد جعفری خاک بر سرت باز موندی تو رو درواسی
گذارو به راست؟ آره، یه خونه بیشتر میکشیدی شما. دیدم امن و امانه، گفتم لازم نیست، تنها آمده دیگه. مثل اینکه قابل اعتماده. حالا چیکار کنی؟ ای شیطون های کوچولو. ببخشید آقا، ما فقط میخواستیم مطمئن بشیم که شما تنها اومدی. آره به خدا. مگه به خودتون شک دارین؟ نه، ولی این کار از محکم کاری عیب نمی کنه. مثل اینکه فیلم های پلیسی زیاد میبینین. شرمنده به خدا آقا صبوری. خب مشان نخورد. برای سمیر نواد این ورو برمی بود گرد علف. سمیر هم بعد صبح میکرد و پولشو نمیداد. همون شبی که مشتباقه بهش میزنه یکی از مشتریه سمیر مرخص میشه. قولم زقی، سمیر بهش مواد میداد. همون شب نشتشو تو جوبه ها پیدا کردن. یه دونه چاقو هم فرو کرده بودن تو کتفش. چاقو تو کتفش؟ آره؟ خودتونم دیدین؟ نه ولی شنیدین. یه وقت فکر نکنیم ما داریم پرت و پلا میگیم. ما ها 34 نفریم، همه جا سرک میکشیم و از همه چی هم باخبریم. به ما ها میگن موچه خیابونی. اگر یه وقت بخوایم آمار کسی رو بگیریم فقط کافی اسمش رو رد و بدل کنیم، یکی ثانیه پیداش میکنیم. آدم فروشی هم نداریم. حالا هم که میبینیم اینجا این به خاطر خون رفیق بیگناه همونه. تفلی خواهرش. پس کمک هم میکنی؟ اگه ازم میپرسین بهتون میگم فقط یه راست بدین سراغ سمیر بزرگ. جاشو بلدی؟ باغ مولود. باغ مولود؟ کجا هست؟ نزدیکه. توش آشغالا رو سوا میکنن، جای خفنیه. نترسیدین اومدیم بهم کمک میکنین؟ مشتبه همکار ما بود، همبازی ما بود، تلخ و شیرنمون یکی بود، آخر معرفت بود. آقا صبوری بگو. مجتبی جونش واسه خواهرش در میرفت. تو رو خدا پیداش کنی. تو رو خدا پیداش کن. چرا نمیخورین؟ بخورین دیگه. کجا؟ با سمیر کار دارم. که چی؟ حرف دارم باهاش. چرا اینجا؟ کار واجب داشتم، باید حتما ببینمش. گفتم بیا. خب بیا. کجا؟ چیکارش داری سمیرو؟ به خودش میگم. ما باهاش خودم و خودش نداری. چیزیه به ما بگو. شرمنده. دشمن شرمنده باشه. حرفتو بزن. بدق گرفتاره، دستش بد جوری بنده. گفته ما رو آد بندازی. حتما بهت گفته من کیم. چرا؟ پلیسی دیگه. خب
نه بابا چقدر تحصیلی آخه چقدر دلسوزی خودتون رو گرفتار میکنین نداشتیم با دانگوش بگیرش بندازش داریم من اصله ندارم آخه باور کردم میخوای باور نشم در آن کتی نازنین تو ببینم خوب به چنگت انداختم خیلی گرد خاک تو انداختی عوضی خیلی خوب خیلی خوب سروان صبوری اتاق 603 سلام سلام دوستان
هوش اومده میتونه صحبت کنه، ولی زیاد اذیتش نکن. حتما. سلام. سلام. خدا خیلی بهت رحم کرد، به خیر گذشت. میدونم زیاد حوصله‌شو نداری، ولی نباید فرصت از دست بدی. بچه‌شو حالا وقت سرزنش کردن نیست. چی بگم؟ کجا این بلا سرت اومده؟ آقا مولود اونجا چی کار میکردی؟ سمیر ردشونه چطور پیدا کردی؟ عباس و مجید آدرسشونو نداری؟ سرگرد آزین هستم، بفرمایید. چطوری سرگرد؟ چه خبر؟ حال شبه. چه فکر میکنی؟ آره، کار همونا بود. زنگ زدم بهت بگم که ادامه این پرونده دست تو باشه. به خاطر این اتفاقم که شده این پرونده رو تو ادامه بده. من ادامه بدم؟ خب آره. مشکلی داری؟ البته این نهایت لطف و اعتماد شماست. در ضمن سرگرد سهرابی هم در جریان گذاشتم. موفق باشی. بی خبر نذارم. چشم. اطاعت. خدا حافظ. خدا حافظ. باید اعتراف کنم اگه منم جای تو بودم کمتر از این عمل نمی کردم. منم با شما موافقم. رفتم به باغ مولود بیفایده است. درسته، گفته بودم یه پرسجویی بکنم، صاحب اونجارم بیارن که احتمالاً اطلاعاتی نداره. البته به دستور جناب سرهنگ از این به بعد این پرونده در اختیار شماست. سرابی جان خیلی ممنون از تو و بچه های تیمت که روی این پرونده کار کردیم. ممنونم. این پیرزنه اسرار اطلاعاتی نداره، کارش هم نمیشه کرد. بلوف زدیم، یه دستی زدیم، نشد که نشد. پیرزن مرموزیه. این سمیر، سمیر چی؟ سمیر وزر چند تا پرونده داره، ولی همه سبک بوده، تو کار مواد مخدره. خورده پاس. شبی که غلامزاده کشته میشه همون شبیه که مجتبی هم کشته میشه. من مطمئنم که این غلامزاده با سمیر ارتباطی داشتن. اینو با قاطعیت میتونم بگم، سمیر وزق با غلامزاده تو حبس با هم بودن، از اونجا حسابی با هم رفیق شدن. باید سمیر رو پیدا کرد، اون میتونه بگه غلامزاده با کی کار میکرده. بچه ها چی؟ به کسی اعتماد نمی کنن، اطلاعاتی ازشون در نمیاد. باید اعتمادشون رو جلب کرد. اول باید پیداش میکرد. بله. جناب سرگرد، دو تا بچه اومدن با شما کار. خیلی ممنون. در صورت آرزو موفقیت میکنم. خیلی ممنون. خداحافظ. خداحافظ. ماها دوستای آقا صبوری هستیم. ماش گفتیم مشتاق واسه سمیر کار میکنه. ما حتی بهش گفتیم که سمیر کجا قایم شده. آره به خدا. ما خیلی با پلیس همکاری کردیم. ما با آقای صبوری خیلی کمک کردیم. بپرسین ازش. پس شما این بلا رو سرش آوردین. نه حضرت عباس، ما فقط میخواستیم خون مشتبه پامال نشه. راستی حالا آقا صبوری چطوره؟ شما کجا فهمیدین؟
آخرت هیچی از ما پنهون نمیمونه. حالشون چطوره؟ خوبه، به خیر گذشت. این سمیرم غیبه زده ها، آب شده رفته تو زمین. یعنی میخوان بگین نمیتونیم پیداش کنیم؟ میتونی؟ نمیشه، هیچ کس کمکمون نمی کنه. چرا؟ بچه ها میترسن از سمیر و اینجور آدم ها میترسن. از خونه مشتبه چی میشه؟ ما تو خیابونا روزمون رو شب میکنیم، تو آشغال دنیا میخوابیم. باید حواسمون به خودمون باشه، دور و برمون پر از آدم های ناجوره. باید هر جوری شده باشون بسازیم، اگه نه ناکاریم. ولی اگه کمک نکنی، اجازه دادی یه بار دیگه یه بچه دیگه کشته بشه؟ نه؟ ولی ایشی کمکمون نمی کنه. خیلی خوب، پس بهشون بگو خیلی مواظب خودشون باشن، تنهایی جایی نرن، بیشتر بترسن، چون ممکنه هر لحظه تو تاریکی یکی با چاقو پشتشون باشه. ما باشون صحبت میکنیم. به خدا ما هم خیلی دوست داریم آدم بشیم. از فکر همدیگه باشی، اتفاقی که واسه مشتبه افتاد میتونه واسه هر کدوم از ماها بیفته. خدا میدونه الان خواهر مشتبه کجا در بدر شده. شما همتون اونو دیده بودین، به خاطر اونم که شده کمک کنین که ما سمیر رو پیدا کنیم. من دلم نمیخواد بمیرم، هنوز کلی آرزو دارم. بس تو خیال ماشی ما نیستیم. اونم میخواست حواسش رو جمع کنه تا اون بالا سرش نیاد. مشتبه بچه خنگی نبود، خیلی هم زرنگ بود، همه اینو میدونن، ولی کشته شد. کی دلش میخواد شبا تو داری که همش بکنن یه نفر با چاقو پشت سرش واسده؟ باید به پلیس کمک کنی، واسه خود اونم که شده باید کمک کنی. هنوزم هست اینجا. چی کار میکنم؟ چه میدونم، پاتاپشون بیشتر وقتا اینجاست دیگه، حتما جز جور میکنم. ایجام سکوت خبر دادی؟ آره، الان یه دزد و پلیس بازی حسابی شروع میشه. آخ جون بری؟ عمرم کیفش به همین جا. خوشم اومد، چشم و دلم روشن. شما ها اینجا چی کار میکنیم؟ بی پدم و در آن بزن بگیم بچه یه دارم بزن 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 چه خبره؟ آقا سمیر، این وروجک ها ست بودن، دوتاشو فرار کردن، یه نوشو اصیری منه. بیارش برای بینم. بله آقا، رو چشم سکره کنم. اینقدر رو نخور این پدر مادر. ساکت شو، ساکت. زیادی داری ویر میزدی، گیر جیرک ها. روز که عوض کردی، زبروت از خون خود بکشم بیرون ها. ساکت.
ببینید از سمیر خان چی میگه. ستا کن بالا. اینجا چیکار داشتی برو جک؟ هیچی. سلطه بگی بالا. هیچی یعنی چی؟ گفتم اینجا چیکار داشتی؟ میخواستم برم شهر بازی را گم کردم. اه؟ صدات که آشناست. عباس جونه بر رفیق مشتبه. آره میشه همینطوری اومده بودی اینجا. حالا میبینیم. برای اون گوشه بینم چه خواهده. بچه حوضو بریخته. هر جای این بروجک ها قدم میزنن کلی در سر به خودشون برن. سر جلسه رو جمع کنیم تا بعد. یلا بیارش اینجا. برو خوب گوش کن ببین سمیر خان چی میگه. نمیدونم و من نیستم و بذار کنار. فقط گوش کن ببین چی میگه. ببرشتم قلاب. این جیر جیرک خیلی شلوغ کرده. خیلی امشب من اذیت کرده. میبرم قیمه نش کنم. آقا سر به خدا من کاری نکردم. کاری نکردم. برو جلو. برو جلو بزن. خوب گوش کن ببین جیر جیرک چی میگم. اگر هرچی سمیر خان جواب دادی خوب که دادی، اگر ندادی مثل مرغ اینجا بریونت میکنم. حالا جان حالا گوش کن سمیر خان چی میگه. آقا سمیر تو رو خدا بزنیم من برم. زاغی کیو چوب میزدین؟ به خدا کاری نکردم. اون دوتا کی بودن؟ آقا سمیر نمیدونم، به خدا نمیشنزم. اسمشون چی بود؟ به خدا نمیدونم آقا سمیر، تو رو خدا بذاریم من برم. که نمیخوای حرف بزنی نه؟ به خدا نمیدونم اونا کی بودن، بذاریم من برم. الو فعلا مشکلی نیست، شما مراقب باشید. اون اگه من دیده باشه از پشت کارخونه فرار میکنه. ببینید اون متهم نیست، فقط یه مطلع است. خدافظ. عباس چه گرفته؟ کجا گرفتن اینجا؟ اونجا برو تو ماشین ماشین دمه داره فکر نمیخوری تمام بیام چشم بودو. تکون نخوره.
ناراحت نباش. قهرمان خود من. نه که گریه نکن مرد. گریه نکن. میخوام مثل یه پدر بغلت کنم. قربونت برم. خب بغلم کن. اگر بدونی مجتبا چقدر خوشحاله. خیلی از دست راضیه. گریه نکن. گریه نکن قهرمان. گریه نکن. دیگه همه چی تمام شد. خب گریه نکن. بری برو تو ماشین. مجید تنها هست. موزن خوی تو ماشین. جای ماشین برو. بودو بودو. شد این دمه آخری خدا ببخشد. بگو حرف بزن. کی مصطفی رو کشت؟ بگو جان سرگون نظر من ببینم. من مصطفی رو نکشتم. من غلام زاده رو نکشتم. اصلا من جرأت ندارم. کی کشت؟ اصلا من جرأت ندارم کسی رو چاقو بکشم. کی گفتی شما چاقو بکشم؟ بالاخره گفت. کی گفت با چاقو کشتی؟ بالاخره کشتم. اتبا یه جوری کشتنش آخر نظر من ببینم. خب بشو نظرم ببینم. نظرم مشتبه خط برای من سیگارا رو میفروخ. من اصلا اونجا نبوده. حرف بزن. کشتن جمعش کن. آخ مردن. کشتن من مردن. کن نخور. من مخت میرم دهنه. بر نگرد جناب سرگرد. به خدا میزنمش. بعدیشو میذارم وسط مخت. تکون نخور. حماقت نکن سمیر. من کمپلت خر گیر دادین سفیج. چاره ای برام نذاشتین. حالا با همون دست زخمیت اسلحتو بنداز زمین.
سلام. سلام، خوش اومدی. خیلی مخلصی. ما بیشتر. خوشحالم سر پا میبینم. قربانه. خیلی باید ببخشینو. افسر موافق هستی. ولی من فکر میکردم خودم کل شقم. کور خوندی. شما که احساس خطر نمی کردی؟ پس چرا یه اسلحه یدک برداشتی؟ خبرش به تو هم رسید؟ همیشه مطمئن بودم کارتون درسته. بگو ماشالله. ماشالله. بذار بزنم به تخته. بزنم. سلام. سلام خانم دکتر. سلام. با عزتون من برم. کجا؟ قدم من سنگین بود؟ نه آخه من جاب سرگوت میدونم. من خیلی وقته اینجام. کار دارم. خیلی ممنون اومدی. خداحافظ. خداحافظ.